یک پله اضطراری در یک ساختمان مطابق شکل زیر است. ارتفاع پله اضطراری تقریبا چقدر است؟ رادیکاسر هم 1.73 هم در نظر گرفته. خب ببینی، شما این مثلث رو در نظر بگیرید بچه ها. توی مرحله اول تو ذهنتون بسپارید، من میام سینوس 30 درجه رو حساب میکنم که بارها و بارها ما تدریسش رو انجام دادیم. میشه ضلع مقابل، میشه خط کسری، به پریم، به وتر میشه 8. خب سینوس 30 میشه 1/2. 2 رو با 8 ساده میکنم 4، پس به پریم شد چند؟ 4. این تو ذهنتون باشه. پس اینجا شد 4. اگه 4 باشه اینم میشه 4، این یه تیکه هم میشه 4. پس فقط میمونه این، ولی من 2 رو دارم، این 2 رو خودش به من داده. خب من میتونم سینوس بگیرم؟ نه، چون سینوس میشه ضلع مقابل به وترم، وتر ندارم. پس بهترینش اینه که من بیام تانژانت بگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه تانژانتش، حالا زاویه ما 45 درجه است، میشه ضلع مقابل dh به ضلع مجاور، یعنی 2. من اینو دارم. خب تانژانت 45 یکه، یک من مساوی dh تقسیم بر 2، یه طرف من یه وسطم، به dh من به دست من، dh من چند شد؟ میشه 2 تا. خب این میشه 2 تا. خب 2 اینم که تیکه از 4 بود میشه 6 تا، این میشه 6 تا، اینم میشه 6 تا، میمونه یه تیکه، ولی من 4 رو دارم، 4 رو میذارم بالا، این 4 تا است. حالا تو این مثلث من چون وتر ندارم، میگه به دنبال سینوس کوسینوس نمیرم، میرم به دنبال تانژانت. خب تانژانت چی میشه؟ مرحله سوم، تانژانت 60 درجه با چی برابره؟ ضلع مقابل، یعنی FH پریم به ضلع مجاور 4. خب تانژانت 60 هم که برابر با سینوس برای کوسینوس میشه رادیکال 3، که اگه طرف وسط این بکنم F H پریم من میشه 4 تا رادیکال 3. پس اینم شد 4 تا رادیکال 3. حالا از من چی خواسته سوال؟ گفته ارتفاع رو به دست بیار. پس ارتفاع میشه 6 به علاوه 4 تا رادیکال 3. رادیکال 3 من چنده؟ 1.7. اصلا بگو 2، ولش کن. 4 2 تا 8 تا، 8 با 6 14 تا، ولی من به 14 نمیرسم چون 2 نیست، 1.73. پس میام پایین تر میشه 13. جواب میشه گزینه 2.